سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شهادة جناب الدكتور مولانا محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح واقعا بسیار تکان دهنده بود و انتظار ملت افغانستان مردم مسلمان نداشتند که چنان واقعا ضایعه بزرگی را شاهد باشند. ما این ضایعات را به همه شما سروران گرامی، علمای عیجا و سایر مردم عزیز افغانستان و همه مسلمانان تسلیت عرض می کنیم و شهادت همچنان نخبگانی که اخیرا از فرهیختگان و نخبگان افرادی دیگر هم اخیرا به شهادت رسیدند و همچنان حادثه‌ای که پیش آمد روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی و بعض دیگر از شخصیت ها به هر حال به شهادت رسیدند و به قتل رسیدند، ترور شدند. واقعا این همه ضایعات است، مخصوصا این شخصیت علمی که سرمایه ملت هستند و سرمایه جامعه هستند. ترور اینها ضایعه بزرگی برای ملت هست، برای کشور هست و واقعا جای بسیار حسرت و افسوس هست. و روی این بنده در این فرصت بسیار کوتاه دو تا توصیه دارم خدمت همه مردم عزیز افغانستان، همه گرایش های اسلامی، احزاب و جمعیت ها. همه را توصیه می کنم که با هم متحد باشند و ظرفیت تحملشون را بالا ببرند و در کنار هم قرار بگیرند. و دشمن بسیار ماهرانه در صدد هست که بهترین افراد را بگیری از جامعه و از فرصتی که در اختیار داره و اختلافاتی که هست میخواد سوء استفاده بکنه. بهترین را برای جلوگیری انسجام هست و اتحاد تمام گرایش های اسلامی، همه احزاب و همه جمعیت ها باید با هم گفتمان داشته باشند، با هم بنشینند و همدلی داشته باشند. وحدت اسلامی، امت اسلامی، وحدت مردم یک کشور که دارن زندگی می کنند از ادیان مختلف، از قومیت های مختلف، از مذاهب و گرایش های مختلف، مردم همه باید با هم انسجام پیدا کنند و اتحاد پیدا بکنند و متحد باشند. دومین نکته ای که خواستم در این فرصت و به مناسبت شهادت این جناب مولانا دکتر عاطف رحمه الله عرض کنم که این ضایعاتی است، ولی گاهی بعض ضایعات و شهادت ها هستند که برای مردم خیر تمام میشن، برای مردم مایه بیداری میشن، مردم بیدار میشن و ملت بیدار بکنه و هرچی که ملت بیدار بکنه این نتیجه اش خیره. بعضی مصیبت هم بلند، اما در نتیجه
مای خیر می شوند. باوینی که ملت افغانستان چند دهه‌ای که واقعا رنج می کشه، رنج تحمل می کنه، آوارگی و گرفتاری و انواع مشکلات هایی را که ملت تحمل می کنه و واقعا ایستادگی ملت، صبر ملت، مقاومت ملت زبان زده همه هست در مقابل قدرت های اشغالگر ایستادگی کردن و استقلال میهنی خودشون را و کشورشون را حفظ کردن و این ملت الان شایسته آن است که به صلح برسه، به امنیت پایدار برسه و در کنار هم قرار بگیرند و کشورشون را بسازن، هم در بعد ظاهری و اقتصادی و هم در بعد علمی و در بعد معنوی و دینی. در ابعاد مختلف این کشور باید پیشرفت بکنه و ترقی بکنه و ساخته بشه برای نسل آینده که می آید و این جز صلح و انسجام و اتحاد امکان پذیر نیست. و توصیه من به هر دو طرف صلحان است و مذاکرانه که هیچ کسی از مذاکره فرار نکنه، ظرفیت خودشون را بالا ببرن و برای صلح به هر حال باید یک چیزی بدن و یک چیزی بگیرن. صلح یک طرفه نمیشه و صلح بدون فداکاری و بدون ایثارگری صلح هم میسر نیست، آسان نیست، صلح هم سخته و لحظه از هر دو طرف انتظار آنه که به هر حال گذشته نشان بدهن و از بسیاری از موقفان که انسان میتوانه پایین بیاید و طرف صلح باید چیزی بدن، چیزی بگیرن و برای ملت افغانستان و برای همه مسلمانان و برای همه انسان های آزاد دنیا یک صلح تاریخی و یک صلح کم نظیر و بی نظیر در افغانستان به وجود بیاید. ما انتظارمون همین، دنیا همین انتظار داره و الله تعالی هم از بندگانش انتظار داره که از خود گذشت نشان بدن، از خود انعطاف نشان بدن و انشاءالله ما در آینده نزدیک یک صلح بسیار خوب عادلانه در افغانستان شاهد باشیم که انشاءالله نوید وحدت ملی و امنیت پایدار و نوید توسعه و پیشرفت را در افغانستان در ابعاد مختلف و زمینه های مختلف بدهد. ما امیدواریم که الله تعالی درجات حضرت مولانا محمد عاطف و دیگر نخبگان و دیگر شهدایی که افغانستان تقدیم کرده و دیگر کسانی که در حال قربانی شدند اونجا، ما امیدواریم که الله تعالی بهترین رحمت را بر این عزیزان نازل بکنه و به همه شما عزیزان الله تعالی اجر بده و صبر بده و توفیق بده که این خدمات و راه بزرگانی را که از دست دادید راه این را ادامه بدید، خدمات این ادامه پیدا بکنه، در کارهای دین وقف ایجاد نشه. و امیدواریم و دعا میکنیم از پروردگار که رحمتش را متوجه افغانستان بگردانه، رحمت خاصش را و نظر لطف خاصش را و این کشور را به یک صلح پایدار برسانه و عدالت را در افغانستان و دین را الله تعالی در افغانستان پیشرفت عنایت کنه، ترقی بده هم از لحاظ در ابعاد دنیوی و مادی و توسعه و اقتصاد، هم در ابعاد دینی و پیشرفت دینی علمی
Allah Teala Afganistan, ayinde Afganistan ve Afganistan'ın ruhsani bir gerdane. Allah Teala rahmet eşra mutavaccel bir gerdane vayin. Naam nida barai hamisha az Afganistan bardare masuliyeti nokta ahiri kaz konayini ki masuliyeti hama sangin has tarabita vayin. Naam nihai ki malum nisaz kuja mutavaccel nisan vachi afradera دشمنان شناسایی میکنن و مورد هدف قرار میدن مسئولیت کسانی که اونجا در حال مسئول هستند مسئولان دولتی هستند از همه سنگین تر است ولی همه در حال به نوعی مسئولیت دارند که از خودشان در حال تلاش نشان بدن و کوشش نشان بدن و همگرایی باشه و هم اندیشی باشه و چاره جویی بکنند که در حال این مشکلات ادامه پیدا نکنه به امید فیروزی یه همه اهل حق و همه و فیروزی عدالت فیروزی دین فیروزی حق و به امید رحمت فروردگار همه شما را به الله تعالی می سپارم به شما تسلیت عرض می کنم گرچه این بنده دیر اطلاع پیدا کردم ولی خواستم با حضورم نه تنها شما را تسلیت عرض بکنم بلکه خودم را هم تسلی بدهم که در این مصیبت به هر حال شریک شما هستیم و الله تعالی همه را به خدای عز و جل شما را می سپاریم و صلی الله علی سیدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. از حضور جناب شیخ سید عزیز و گرامی و شخصیت برجسته جهان اسلام شیخ القرآن و الحدیث الگوی بزرگ جامعه اسلامی و شخصیت‌های دعوتگر و احیاگر دعوت اسلامی و دعایدار بزرگ دنیای اسلام از صمیم قلب سپاسگزاری میکنیم حضورتان و اظهار همدردیتان یقینا این مصیبت عظما که در جامعه ما البته به شکل موضوعی است از یکی از خانواده علم و مدرسه و خانواده مکتب اسلام شهید میشود مصیبت عظیم است که به دامن تمام امت مسلمه برمیگرده خصوصا مثل شما شخصیت هایی که مربی امت اسلامی و پیشوای نیک و حسنه امت اسلامی هستین به همه ایمانی مصیبت واقعا سنگین بود چه شهادت دکتر سید نیازی رحمه الله چه جناب مولوی سید مفلح و چه جناب دکتر سید عبدالباقی امین و چه هم جناب دکتر محمد عاطف که یکی از شخصیت‌های دلسوز، مخلص، متعهد به اسلام، دعوتگر و مربی خوب جامعه ما امروز از دست داده. و از یک جانب خوش هستیم که چهره مبارک شما را می‌بینیم و در این حادثه بزرگ و مصیبت عظما در کنار ما قرار دارین. از جانب دیگر چنین شخصیتی را از دست دادیم به پیش خداوند رفتن با آرزویی که داشتن رسیدن اما کتله عظیمی از جامعه ما را یتیم ساختن و از صنف درسی که یتیم ساختن تا صنف تعلیم تربیه حضرت شیخ صاحب از شما سپاسمند هستیم با دعای خیر در حقتان همه علما دارن براتان اخلاص دارن امیدی بزرگ از شما در دنیا اسلام وجود داره در حق ملت مظلوم ما که 40 سال تمام است فرزندان عزیز خدا
فقط به خاطر اسلام قربانی دادم. التماس دعا داریم، التماس همکاری داریم، معاونت شما، نصرت شما، همکاری شما در کنار ملت ما، امون نصرت است که انصار مدینه در حق نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یاران مهاجرش کردند. امروز کشور ما در تنور مصیبت‌های گوناگون استخبارات جهانی می‌سوزد. روزانه قتل‌های هدفمند، ما تا هنوز هیچ سکولار رو ندیدیم کسی قتل بکنه، هیچ قوم پرست در مملکت ما قتل نمیشه و هیچ ملحد و کمونیست قتل نمیشه و هیچ مبشر مسیحی قتل نمیشه و هیچ دعوتگری باعیت قتل نمیشه، هیچ تفرق افغانی در این ملک قتل نمیشه و هیچ چپاولگر و غارتگری قتل نمیشه. فقط میاین اهل مسجد، اهل منبر، اهل تدریس، اهل تعلیم، اهل تربیه را، پیشوایان نخبه، فوزلای جامعه را، دعوتگران مسلمان را اینا به قتل میرسانن. معلوم است که منبع قتل همو دشمنی است که او دیروز با رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی میکردن و امروز با پیروان راستینش، با امت صدیقش در سراسر دنیا اسلامی دشمنی ادامه داره. صمیمانه از حضرت شیخ صاحب معظم که دوستت داریم، به خاطر خداوند دوستت داریم، به خاطر خدماتی که به اسلام میکنیم دوستت داریم، ما به عنوان شاگردان مکتب اسلام صمیمانه از شما تشکری میکنیم که در این گلیم غم ما با ما غم شریکی کردیم. خداوند سرفراز دارین ما دارین برایتان نصیب داشته باشه. مع السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. جناب حضرت شیخ، جناب شیخ الاسلام، سلیل پیامبر اکرم علیه السلام، جناب شیخ صاحب، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستیم که خداوند شما را در حفظ امان خود داشته باشه و شما صدا هست؟ شما سیکنی صدا خواه. یک بار دیگه جناب مثل که جناب رئیس حسان، رئیس مجمع علماء 34 ولایت افغانستان از شما سپاسگزاری کردن، ما هم به نوبه خود از شما سپاسگزاری میکنیم و از شما تشکر میکنیم به خاطر که در این وقت درد و مصیبت و رنج و در این مصیبت با مردم ما، به ملت افغانستان، به علمای افغانستان، به حلقات علمی افغانستان، به دانشگاه های افغانستان و مدارس و منابر افغانستان و مساجد افغانستان شما اظهار همشریکی کردین، همسایه همدردی کردین. ما از شما اظهار سپاس میکنیم و دعا میکنیم که الله متعال در عمر مبارک شما برکت بندازه، پروردگار سایه شما را از سر امت اسلامی، از سر جامعه اسلامی، از سر علما و حلقات علمی کم نکنه، خداوند در فیوزات و برکات شما بیفزاید. حقیقت است که جناب شیخ الاسلام که ما در شرایط بسیار ناگوار و بد افغانستان به سر میبریم، شاید ما گمان میکنم که از افغانستان فعلا از یکی از دشوارترین و سختترین روزهای خدا، روزهای تاریخ خود سپری میکنه. در این کشور همان گونه که 40 سال قبل کمونیست ها و ملحدین این سرزمین و این مردم و ملت و علما و دانشمندان محراب و مسجد و مدرسه را نشانه گرفته بودند، متاسفانه یک بار دیگر ما میبینیم که مدرسه، مسجد، عالم، حافظ قرآن، داعی، همه یک بار دیگر متاسفانه نشانه گرفته میشن. مگر این بار این است که دشمن، اگر به گذشته دشمن واضح، روشن، مشخص بود، متاسفانه امروز دشمن با کش کردن نقاب در روی خود ارزش‌های اسلامی را، منابع اسلامی را، نمادهای اسلامی را نشانه میگیره و یک یک علمای راسخ و علمای برجسته ما را متاسفانه شهید میسازند. بنابراین ما در شرایط بسیار دشوار قرار داریم و از شما توقع ما انشاءالله، انتظار ما این است که در حق ملت افغانستان دعا بکنین و حمایت معنوی خدا
از علمای افغانستان، از مساجد و منابر افغانستان، از حلقات دعوتی افغانستان مانید و گذشته شما مستدام داده باشین. ایادی بیضای شما در حق مردم افغانستان و ملت افغانستان واضح روشن است. در علوم زاهدان نه تنها یک مناره شامخ علم و دعوت در ایران است، بلکه در آسیا هست، بلکه در بین امت اسلامی هست. و دست خیر شما، ایادی بیضای شما در سر تا سر افغانستان الحمدلله رسیده. هزاران هزار عالم دین فاضل فارغ التحصیل در علوم زاهدان و مدارس دیگه شما الحمدلله به افغانستان خیرشان رسیده و الحمدلله امروز مصروف نشر علم شرعی، مصروف دعوت، دعوت الله در افغانستان هستند که ما نه تنها شما سپاسگزار هستیم، بلکه برای شما دعا میکنیم و ایره ما مردم افغانستان، ملت افغانستان که ملت قدرشناس است، ما انشاءالله ایره هرگز فراموش نمیکنیم و همیشه هستیم. و برای ما خبر شدیم که یکی از شاگردان شما جناب مولانا صلاح الدین اونا به شهادت رسیدن. ما به استفاده از فرصت ما خود در این غم شریک میدانیم و به شهادت شما بر شما تسلیت میگیم و به شما تبریک تهنیت میگیم، به خاطر که شهید از یک جهت قابل شهادت، قابل تهنیت است، به خاطر درجه بلند اولیایی که خود شهید به دست میاره، و از طرف دیگه قابل تسلیت است به خاطر از اینکه ما یک عالم و یک شخصیت بزرگ از دست میتیم. الله متعال شهادت مولانا صلاح الدین فردوار درجات شما بلند بگردانه، خداوند جای شان و جای شان سبز داشته باشه انشاءالله تعالی. و ما حقیقا در این درد و در این مسئولیت با شما شریک هستیم. تشکر از شما، امیدوار هستیم که سلام علمای افغانستان، احترام علمای افغانستان، پیام علمای افغانستان شما به انشاءالله وسیله شدیم، به همه علما و برادرها و دعات ما به اونجا برسانیم. الله متعال عمر شما رو دراز بکنه، خداوند شما رو در حفظ خود داشته باشه. یک بار دیگر تشکر از شما برای فرمودهای شما، پیام شما برای ما تقویه قلب میده، معنویات ما رو بلند میکنه در این شرایط دردناک و مصیبت. برای ما تقویه قلب است، تقویه ایمان است. خدا شما رو حفظ بکنه، در پناه خدا باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جناب شخص بزرگوار اهلا و مرحبا بكم. خداوند متعال به علم و ایمان و خدماتان برکت نازل بکنه. از اینکه از دری غم بزرگ همراه ما سهم گرفتین، خداوند متعال خوشی دنیا و آخرت را نصیبتان بکنه. علمای افغانستان، مجاهدین افغانستان و شخصیت های بزرگ افغانستان، بسیار زیاد سپاس میگن از خدماتتان که در مورد افغانستان میکنین. طلاب علم ما را زیر تربیت قرار دادین، اونا را نوازش دادین، جای دادین، با تمام مشکلاتی که ما تک تک از او را خبر داریم اظهار سپاس میکنیم و قلبا متشکریم. باز درم چوی حادثه علمناکی که ما یکی پی دیگه از شخصیت های بلند خود را، عظیم خود را، مرشد و معنوی خود را از دست میتیم، شما امرای ما سوگواری کردین و غم شریکی کردین. بسیار زیاد تشکر میکنم. دوست داشتم که انشاءالله از نزدیک شما را میدیدم و در مجالس شما حضور به هم میرسندیم. خب متاسفانه شرایط برابر نشده. امیدوار هستم که انشاءالله نزدیک زیارت شما را بکنیم و امیدوار هستم که خانه مشترک شما و شما که افغانستان است، افغانستان خانه دوم شماست، الله به افغانستان امن بیارد، آرامی را بیارد، تا بتانیم در قدوم شما، در با شما یک جا در اینجا مجلس داشته باشیم. و خوش آمدید و مجدد به تن عرض میکنم و جزاکم الله خیرا. خداوند متعال شما را خوش سلامت داشته باشه. از دعا فراموش نشویم. السلام علیکم و رحمت الله. سلام. سلام علیکم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فرجعنا درای رحمتت را بر ما بخشا و نظر لطفت را شامل حال ما، شامل حال امت مسلمه و شامل حال همه
انسانهایی که اله العالمین شایستگی رحمت تو را دارم به همه رحمت هایت را نازل بفرما. امین رب العالمین. پروردگارا شهادت دکتر رحمه الله را به بارگاه خودت قبول بفرما و درجات ایشان را بلند بفرما. امین. و تمام شهدای افغانستان را در بهترین رحمت ها جای نایت فرما. شهدای عالم، شهدای مسلمین همه درجات شهر را بلند بفرما. و اله العالمین پروردگار این ضایعاتی که پیش آمد برای مسلمانان اله العالمین به ما آواز نصیب بفرما. به ما پروردگارا افراد متعدد و فراوان و زیاد مانند دکتر محمد عاطف رحمه الله عنایت فرما. پروردگار این کائناتا از جانب خودت جبران بفرما. درجات ایشون را بلند بفرما. و همه درد دیدگان این حادثه را از اصاب عنایت فرما. پروردگار را تمام گریه ها به دست تو باز میشه و همه چیز در دست تو هست. پس تو درخواست داریم که برای مسلمانان همه دنیا فرج بیاور. آمین. همه مظلومان که در دنیا مظلومان و آهون علا میکشن، همه مادران داودیده، همه پدران داودیده، همه فرزندان می سرپرست که سرپرست های خودشون را دست دادن، تمام آوارگان دنیا، تمام کسانی که با مشکل مواجهند مشکلات همه را حل بفرما. به فریاد و آه و ناله همه رسیدی بفرما. پروردگار توی فریاد راست، توی که سرنوشت را آواز می کنی، توی که در جهان تحول می آوری، تویی که دیگرگونی می آوری، تویی که ناامنی ها را تبدیل به امنیت می کنی و خرابی ها و ویرانی ها را تبدیل به آبادی می کنی، تویی اله العالمین که می سازی و آباد می کنی و گناه های من که ویران می کنند و خرابی ببار می آوری. از تو درخواست داریم که نگاه رحمتی بفرما، نظر لطفی بفرما. پروردگارا رب سنگین هست برای مسلمانان، برای همه ما افراد فرهیخته، افراد نخبه، افراد توانمند و علمی که از دست ما میروند، این ضایعات اله العالمین جبران بفرما. به عمر علمای ربانی و علمای صالح، به عمر نخبگان جامعه، سرمایه های جامعه برکت عنایت فرما و همه را در فناگیر و حفاظت بفرما. عاقبت همه ما را به خیر بفرما و خاتمه همه ما را به ایمان بفرما. در افغانستان اله العالمین صلح پایدار بیاور و اله العالمین بگاه رحمتی در این مملکت و مشکلات این مملکت را ریشه‌ای و اساسی حل بفرما. و یک اله العالمین توجه خاص و نظر خاص به این ملت بفرما و به همه ملت مسلمان عاقبت ما را به خیر فرما. همه مسلمانان را به وحدت کلمه و انسجام و اتحاد برسان و این نشست را مایه رحمت بگردن، مایه خیر بگردن برای مرحوم و بازماندگان اشرا اجر و صبر عنایت فرما و فرزندان و نزدیکان اشرا تربیت فرما و سرپرستی فرما. عاقبت همه را به خیر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.